سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیرایس باچ با صدور بیانیه از مقامات عربستان سعودی خواست تا عدالت را محور اساسی در احکام دادگاه ها قرار دهند و درباره احکامی که اخیرا علیه شیعان این کشور صادر شده تجدید نظر کنند در این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری شیعه ویوز رسیده آمده است اخیرا با بحانه های واهی همچون تأسیس احزاب سیاسی در داخل عربستان برای چهار تن از معترضان حکم اعدام صادر شده که از نظر این سازمان احکام این چنینی حد که حرمتی خطرناک و مغایر با همه تعهدات و پیمانهای بین المللی است. این بیاری افزود از سوی دیگر این احکام با تعالیم دین مبین اسلام که بر آزادی بیان عدم نفرت پراکنی و عدم اجبار مردم به قبول اعتقاد و یا افکار دیگران تاکید دارد در تناقض است شرایس باچ واچ ادامه داد که به گفته منابع رسمی عربستان سعودی یک دادگاه کیفری در ریاض حکم اعدام چهار تن از شیعیان را با ادعای جاسوسی برای یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کرده است که با توجه به روش تحقیق و شکنجه وحشیانه متهمان و اخذ اعترافات دروغین از آنان این احکام مشروعیت لازم را ندارند. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در بیانیه خود افزود اینا که ماهیت تکفیری و تبعیض و نجات پرسی در کشور عربستان سعودی واضحتر از هر زمان دیگری شده است چرا که صدها تن از عناصر تروریستی و کسانی که عضویت آنها در گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده به صورت یک شغل بوده مورد عف و تحت پوشش اجتماعی قرار می گیرند. ولی معترضان و فعالان سیاسی شیعه به اشد مجازات محکوم می شوند. شیرایس در پایان بیانیه خود ضمن تاکید بر ضرورت تجدید نظر درباره احکام صادر از دادگاه عربستان سعودی تاکید کرد که سیاست اعدام و تصویه حسابهای شخصی علیه فعالان شیعه هیچ منفعتی برای این حکومت ندارد و ادامه این رفتارهای خشونت آمیز پیامدهای خطرناک در آینده خواهد داشت و شکافهای موجود بین مردم کشور را افزایش خواهد داد.